سرخط مهمترین خبرها. اعتراض دانشجویان ننگرهاری به منع دختران از رفتن به دانشگاه. دانشجویان پسر پس از رسم همدلی در کنار دانشجویان دختر شعار تحصیلات عالی برای همه سر دادند. واکنش های گسترده به تصمیم اخیر سختگیرانه حکومت سرپرست. عفو بین الملل این تصمیم را شرم‌آور خواند و سازمان ملل هم گفت بسته شدن دانشگاه یک عقب‌گرد بزرگ و یک عهدشکنی دوباره است. طالبان زنان افغان را برای همیشه به یک آینده سیاه و فاقد پیشرفت محکوم کردند. هیچ کشور نمیتواند رشد کند وقتی که نیمی از جمعیت آن خودسرانه عقب نگه داشته میشود. و میزبانی اردن از نشست با محوریت عراق. شرکت کنندگان بر حمایت از عراق تاکید کردند و بغداد هم گفت اجازه نخواهند داد از خاک عراق کشورهای همسایه تهدید شود. اجازه نمیدهیم از خاک ما به عنوان منشأ هر گونه تهدیدی علیه کشورهای همسایه استفاده شود. سلام بیننده های عزیز، وقت شما بخیر. به بسته خبری این ساعت از تمدن خوش آمدید. مشروع خبرها. حکومت سرپرست در یک تصمیم تازه رفتن دختران به دانشگاه ها را ممنوع کرد. در بسیاری از دانشگاه ها امروز دختران از سر جلسه امتحان بیرون و با چشمان اشکبار به خانه برگشتند. در ننگرهار اما دانشجویان دست به اعتراض زده و گفتند تا زمان لغو تصمیم وزارت تحصیلات عالی امتحان نمیدهند. آگاهان هم میگویند این تصمیم حکومت پیامد سنگینی میتواند برای آینده کشور داشته باشد. فرمان تازه حکومت سرپرست در مورد تحصیل دختران، فرمانی که رفتن دختران به دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در آن ممنوع شده، البته تا اطلاع بعدی. در برخی از دانشگاه اوضاع فرق می‌کند. برخی از اساتید دختران دانشجو را از جلسات امتحان بیرون کردند. دانشجویان دختر نه تنها از دانشگاه قندهار که از بسیاری از دانشگاه های افغانستان با چشمان پر از اشک به خانه برگشتند. حالا این دانشجویان هم سرنوشت دانش آموزان شدند که بیش از 1.5 سال است از حضور در مکاتب محروم شدند. در ننگرهار اما داستان کمی فرق می کند. دانشجویان قید امتحان را زدند و در برابر دانشگاه طبی صدای اعتراضشان را بالا کردند. با شعار یا تحصیلات عالی برای همه یا هیچ کس. آن طرف وزارت تحصیلات عالی اعلام کردند این تصمیمی کابینه است. مردم اما واکنش های تندی به این تصمیم نشان دادند. از کاربران شبکه‌های اجتماعی گرفته تا چهره های سیاسی. عبدالله عبدالله آن را تأسف بار خوانده و عمر زاخلوال وزیر مالیه حکومت پیشین هم گفته این تصمیم هیچ توجیه دینی و فرهنگی ندارد. مخصوص بر خانم ها اوضاع روحی خراب. ما با وجود از 5 سال دوام دادیم. ما در سمستر آخر هستیم، سمستر دهم و یک سمستر قبل از استاج هستیم. ما باید سمستر بعد بریم استاج. آرزوهای ما در دل ما میمونه. فکر کنین شرایط بسیار سخت است. چیزی نیست که من بتونم او را به زبان برتان بیان کنم. با این حال منع دختران از رفتن به دانشگاه می تواند پیامدهای سنگینی برای جامعه و آینده کشور داشته باشد. واقعا در یک محل اکادمیک، در جایی که ما تغذیه میشیم، در جایی که رشد میکنیم، در جایی که انرژی میگیریم، آمدن پای خود روی گلونی ما گذاشتن، ما نفس کشیدن نمیمونه. واقعا جای تاسفم، ببخشید. پیامد این تصمیم تنها به عقب ماندن دختران از تحصیل خلاصه نمیشود، بلکه تمامی محیط های اکادمیک را متاثر خواهد ساخت. حتی مسدود شدن دروازه های دانشگاه های خصوصی هم دور از تصور نیست. شما وقتی می این به اصطلاح بخش کلانی از جامعه را از تحصیل محروم میکنین و این آثار و پیامد عینی و روشن و واضحش برای نهادهای تحصیلی خصوصی اینه که اینا دیگه قادر به پیشبرد امر آموزش نخواهند بود، به یک نحو زمینه را فراهم خواهند کرد برای بسته کردن دانشگاه در مجموع هم برای پسران و هم برای دختران. این دو پیامد داره. پیامد اولش این است که جامعه به تاریکی میره. پیامد دومش این است که عملا دانشگاه ها به سمت تعطیلی میرن و دانشگاه ها عملا سقوط خواهد کرد. امروز تنها دانشگاه نه بلکه تمامی نهادهای تعلیمی و مراکز آموزشی برای دختران مسدود شد. دلیل آن مشخص نیست، اما سخنگوی وزارت تحصیلات عالی و سخنگویان حکومت سرپرست از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند.
میگویند سرپرست وزارت تحصیلات عالی در موقع مناسب در این مورد توضیحات لازم را خواهد داد. در همین حال ممانعت از تحصیل دختران با واکنش‌های جهانی نیز روبرو شده است. مقام‌های آمریکایی گفتند این اقدام کابل را بیشتر از جامعه بین‌المللی بیگانه می‌کند و درخواست مشروعیت آنها رد خواهد شد. عفو بین‌الملل این تصمیم را شرم‌آور و سازمان ملل آن را عهدشکنی دوباره سران کابل خواندند. سازمان همکاری اسلامی نیز اعلام کرد سران کابل بر رغم هشدارها دختران را از دانشگاه محروم کردند. زجه های دختران دانشجویی که امروز از اساسی ترین حق خود محروم شدند. اقدام جنجال برانگیزه که با محکومیت جهانی مواجه شده. وزارت خارجه امریکا گفت سران کابل با این کار آینده زنان افغان را سیاه کرده است. طالبان زنان افغان را برای همیشه به یک آینده سیاه و فاقد پیشرفت محکوم کردند. هیچ کشور نمیتواند رشد کند وقتی که نیمی از جمعیت آن خودسرانه عقب نگه داشته می شود. عفو بین الملل این اقدام حکومت سرپرست را شرم‌آور و گزارشگر ویژه سازمان ملل محرومیت دختران از آموزش را عقب‌گرد برای زنان افغان خواندند. سازمان همکاری کشورهای اسلامی هم این کار را تأسف‌بار خواند و گفت این تصمیم به اعتبار حکومت سرپرست آسیب بیشتر می‌زند. دبیرکل سازمان ملل هم گفت جلوگیری از آموزش دختران و زنان بر آینده افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. این یک حرکت نگران کننده دیگر است. دشوار است که تصور کنید یک کشور بدون حضور فعالانه و آموزش زنان چگونه رشد و با چالش های موجود مقابله کند. معاون نماینده دبیرکل سازمان ملل هم از مردم خواست صدای مخالفت خود را در برابر این تصمیم بلند کنند. شورای امنیت سازمان ملل هم مسئله آموزش دختران و محدودیت بر حقوق زنان را بررسی کرد. در مدت 16 ماه حکومت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند و زنان نیز از حقوق بنیادی و اساسیشان محروم شدند که شامل عدم اشتراک و حضور در سیاست و عدم دسترسی به حق کار می شود. برخی دیگر شرکت کنندگان موضوع تندتر به محرومیت دختران افغان از دانشگاه ها داشتند. طالبان تا زمانی که به حقوق تمام افغانها به خصوص حقوق و آزادی های انسانی زنان و دختران احترام نگذارد، عضو مشروع جامعه جهانی شده نمی تواند. قطر، کانادا و شمار زیاد از کشورها و سازمان های بین المللی نیز به این کار حکومت سرپرست واکنش تند داشتند. همزمان پاکستان از کابل خواست تصمیم بستن دانشگاه بروی دختران را مجدداً بررسی کند. افراسیاب خطک، سیاستمدار و سناتور پیشین پاکستانی هم گفت تاریکی که بر افغانستان تحمیل می شود تهدید برای کل بشریت است. برای بحث بیشتر در این مورد گفتگوی داشتم با محمد علی احمدی، تحلیلگر و آگاه سیاسی، و از او پرسیدم که تصمیم کابینه مبنی بر ممنوعیت دختران از رفتن به دانشگاه بر اساس چی مبنای گرفته شده و چی توجیه میتواند داشته باشد؟ متاسفانه در سطوح رهبری امارت اسلامی یک عده افراد هستند که هنوز بر اساس مو اندیشه و باورهای قرمزتایی نه طرفدار آزادی زنان، نه طرفدار آموزش زنانان و حتی طرفدار سفر و پارک و این مسائل. برای اساس ای که چی علل و عامل وجود داره یک طرف قضیه ای که انعکاس به چی ترتیب بوده. اتفاقا از دیشب تا حالا اگر شما رسانه‌های بین‌المللی را تعقیب کنید، ای که از زبان مراجع مختلف از سازمان
سازمان ملل گرفته، کشورهای اروپایی و آمریکایی در قسمت محکومیت از تصمیم حرفای بسیار جدی گفتن، اختارآمیز گفتن. اینا یک سلسله حرفایی است که تبعات بسیار منفی برای اماراتی‌ها خواهد داشت. بله آقای احمدی، بحث آموزش یکی از مواردی است که در آموزه‌های اسلامی هم برای تاکیدات بیشتر شده. با این وجود چرا باز هم دختران از آموزش محروم میشن؟ ببینید خوب است که اماراتی‌ها بگویند که حکومت هم دستشان است و این فرامین هم اینا میتن و در قسمت مسائل زنان برخوردشان بسیار خشک و خشن و برخلاف عرفی است که در عالم اسلام رایج است. بله. من فکر میکنم که باور به همی آموزش زنها یک چیزی است که تقریبا ما نسل سری داریم. حدیث شریف نبوی است: طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. مسلمه یعنی زن، طبقه اوناست، حق داره. اطلب العلم من المهد الی اللحاق. ده ها وسط ها روایت داریم و حتی در قرآن عظیم الشان هم در ارتباط با اقرا بسم ربک الذی خلق اولین چیزی که آمده دستور بخواندن است. این حالا ای که اینا بر اساس کدام منطق و بر اساس کدام قرائت مسئله آموزش زنان به عنوان یک امر ممنوع و محرم یا حرام شده تلقی میکنن، این طبیعتا یک بحث بسیار طولانی است، خارج از بحث است. ولی متاسفانه باید قبول بکنیم که بخشی از دوستای امارات هنوز بر اساس اونم باورایی هستند که قبلا در دهه 70 آمدن و همو باعث ناکامیشون شد و همو باعث بی‌اعتباریشون شد و بدتر از اون حتی برخلاف عرف عنعنه افغانی است، به خاطر جمال از بین مردم و متنفذین و علمای دین بار بار مسئله آموزش دخترها در صف هفتم به بالا خواسته شده بود. بله. ولی اینا آمدن کار زیختر کردن، یک رفتن پارک ممنوع کردن، سفر ممنوع کردن، ده ها قید و قیود، حتی از رفتن حمام زنانه ممنوع کردن، حالا آمدن آموزش عالی رو ممنوع کردن. من فکر می‌کنم این هم جزء تناقضات بسیار پیچیده است که در باور، اندیشه، تحلیل سیاسی اماراتی‌ها یک جایگاه داره، ولی این جایگاه فکر می‌کنم بیش از همه باعث بی‌اعتباری خود از اونها خواهد شد. آقای احمدی، پیامدهای چنین تصمیم برای حکومت سرپرست افغانستان و مردمی که از تحصیل باز می‌مانند فکر می‌کنید چی است؟ اینکه برای مردم افغانستان این تصمیم یک فاجعه است، یک فاجعه غیر قابل جبران. ببین نصف از جامعه زن است و زنان طبیعتاً در طی 20 سال حداقل در پرتو آموزش‌های جدید و مدرن توانستند طبیب شوند، وکیل شوند، مناصب مختلف اشغال کنند، معلم و طبیعتاً در ارتقای خانواده و حتی در پیشرفت افغانستان موثر باشند، در بهبود وضع معیشت خانواده. یک فاجعه برای مردم، خصوصا نسل جوان و خصوصا برای خواهرای ماست، واقعاً یک فاجعه غیر قابل باور و غیر قابل جبران است. در این جای شک وجود ندارد. ولی در کنار از این من فکر می‌کنم اینمی تصمیم و تصامیم از این قبیل برای امارت اسلامی یک خط قرمز است که باب دیالوگ اینا و دنیا را کاملا می‌بنده و حتی برای تداوم حیات امارت هم فوق‌العاده دردسرساز است. و من فکر می‌کنم که دنیا هرگز حاضر نخواهد شد از این خطوط قرمز بگذره. و این که اینها آگاهانه و ناآگاهانه چنین تصمیمی می‌گیرن، من فکر می‌کنم بیش از همه به خاطر کوتاه کردن عمر خود این قبیل اقدامات انجام میتن. نخستین نمایشگاه تولیدات و صنایع دستی زنان در کابل افتتاح شد. این نمایشگاه به هدف خودکفایی زنان، رشد تولیدات دستی و سهولت در فروشات زنان تجارت پیشه راه اندازی شده است. این در حالی است که شماری از بانوان تجارت پیشه از افزایش محدودیت ها و نبود امکانات شغلی شکایت داشته و بر سهولت های بیشتر تاکید دارند. فارغ از اوضاع سیاسی و تصامیم سختگیرانه حکومت سرپرست در مورد آموزش زنان، اینجا اما اندکی امید برای زنان ایجاد شده است. در گوشه از پایتخت افتتاح نخستین نمایشگاه دائمی برای زنان. نمایشگاهی که در آن جواهرات دست ساخت، سنگ‌های قیمتی و صنایع دستی زنان خودنمایی می‌کند. هدف از نمایشگاه دائمی هست که ما بتانیم که محصولات زنان افغانستان که در سطح افغانستان هر کسی که تولید داره او را ما نمایش بدیم و از اینا مارکت های داخلی و مارکت های بین المللی بیرون از افغانستان جور کنیم. امروز زیر چتر به نام زن افغان همگی ما زیر یک چتر به اتحاد، اتفاق و همبستگی ایستاده هستیم. شاهد به این بودم که شما با کدام اهداف بلند آمدین، خواستین که یک جایی را به نام چتر زن اعمار کنین و در اوج کار و فعالیت داشته باشین. اما این تنها یک روی سکه است. این سو شماری از زنان تجارت پیشه از نبود امکانات و ایجاد محدودیت ها شکایت دارند. آنان تجارت بدون تحصیل را ناقص دانسته و بر فراهمسازی زمینه آموزش زنان تأکید دارند.
اگر مادر باسواد باشه پس تمام جامعه باسواد میشه، تمام جامعه قوی میشه و تمام جامعه میتونه که به طرف پیشرفت بره. پس تمام ما خواهان عزیزیم که مکاتب دخترها بخیر سال آینده شروع شد و همه دخترها به مکتب برن، اولاده ما به مکتب برن. خیلی از کمپانی های خانم ها کلن جمع کردن، فعلا از داخل خانه فعالیت میکنن. من خودم شخصا جمع نکردم، از در بخش صنایع دستی دیدم که یک ذره فروشات ما کم شد، خانه تصمیم گرفتم گفتم بیخی دکان تا جمع کن. این نمایشگاه در حالی برگزار شد که نیمی از زنان خانه نشین شده و حق کار و تحصیل آنان سلب شده است. و در ادامه بیننده چند خبر کوتاه باشید. وزیران خارجه امریکا و پاکستان در مورد افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان گفته بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان با انتون بلینکن همتای امریکاییش درباره مسائل منطقه‌ای از جمله افغانستان گفتگو کرده است. وزارت خارجه پاکستان در این مورد جزئیات بیشتر نداده، اما افزوده دو طرف با ابراز رضایت از روابط مثبت دو جانبه بر پیگیری یک دستور کار گسترده تاکید کردند. دور نهم تطبیق واکسن پولیو در 26 ولایت و بیشتر از 200 ولسوالی همچنان ادامه دارد. قرار است این کمپاین فردا پنج شنبه ادامه یابد و گفته شده 7 میلیون کودک واکسن خواهند شد. یونیسف هم گفته با همکاری کشورهای کمک کننده بیماری پولیو را در افغانستان محو می کنیم. این در حالی است که امسال دو واقعه مثبت پولیو در ولایات پکتیکا و کنر ثبت شده است. ریاست صحت عامه زابل میگوید ده ها کودک در این ولایت به یک بیماری مشکوک مبتلا شدند. عبدالحکیم حکیمی رئیس صحت عامه زابل گفته دو کودک در اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. به گفته او تب شدید و جاری شدن خون از دهن و بینی علائم این بیماری است. برخی رسانه ها هم گزارش داده که در کنار کودکان شماری از باشندگان ولسوالی شاجوی زابل هم به این بیماری مبتلا شدند. روند بازپسگیری زمین‌های غصب شده در زون غرب کشور آغاز شد. مسئولان محلی در هرات می‌گویند هزاران جریب زمین در این ولایت شناسایی شده و بخش قابل توجه آن از نزد زورمندان پس گرفته شده. همزمان والی هرات از برخورد جدی و قاطع با غاصبان زمین خبر داد و از مردم خواست که این موضوع را رنگ و بوی قومی ندهد. عبدالله اخلاقی از هرات گزارش بدهد. اینجا در هرات با حضور مسئولان بلندپایه از مرکز کشور روی استرداد زمین‌های غصب شده در غرب کشور صحبت شد. قرار است کمیسیون غصب زمین با عضویت 11 اداره حکومتی در غرب کشور روی بررسی زمین‌های غصب شده و بازپسگیری زمین‌ها در هرات به کار آغاز کند. هرات کې 15 ولایتونو لپاره د تخنیکی هیئتونو لپاره سیمینار ورکول کېږي. چې دغه سیمینار کې د دوی لپاره کومه لایحه او مقرره جوړه شوې ده، هغه ورته پکې تشریح کېږي. د کمیسیون موقف بیانېږي، د کمیسیون کوم اهداف چې کوم دي هغه ورته پکې بیانېږي، او په دغه مسایلو باندې تخنیکی هیئتونو ته معلومات ورکول کېږي. از جانب هم با روی کار آمدن حکومت سرپرست در هرات روند شناسایی و بازپسگیری زمین های غصب شده روند خوبی را طی کرده. مسئولان میگویند به صورت کلی تاکنون ده ها هزار جریب زمین حکومتی شناسایی شده و برخن هم به اجاره به مردم داده شده. او موږ د مزوکو په رابطه باندې تر مخه تر دې هم کوشش کړی و تقریبا 1,95,500 جریب مځکه موږ زراعتي مځکه تثبیت کړې ده چې لاندې تر اجاریه ده، چې زیاتره ځایونه مو په اجاره ورکړي دي یا اوس و اجاریه ته جوړه ده چې په داوطلبۍ کې پرته ده چې هغه هم په اجاره ورکول کېږي. در نشست امروز همچنین تاکید بر وظیفه شناسی و رعایت انصاف در کار به مسئولان حکومتی شد. والی هرات هم از برخورد جدی و قاطع با غاصبان زمین خبر داد و از مردم خواست این موضوع را رنگ و بوی قومی ندهد. اکثر غاصبین برای ما خود در هرات معلوم هستن که زمین غاصبین ایتون نیست که غاصبین تنها از اقوام پارس باشه، شاید که 60% 70% از اقوام پشتون باشه. تمام اقوام هر کسی غصب کرده از او زمین بیزد الله جل جلاله مسترد میشه. این مسائل را سیاسی کردن، به قوم گرانیدن، به زبان گرانیدن، یک استفاده ناکام و مذبوحانه و بزدلانه
از یک عمل بسیار پاک می باشه. بر بنیاد آمارها در سراسر افغانستان صدها جریب زمین و چندین شهرک رایشی به صورت غیر قانونی ساخته شده و یا هم از سوی مافیای زمین غصب شده. روند بازپسگیری زمین های غصب شده برای مردم خوشحال کننده است، اما انتظار آنان در نظر گرفتن شفافیت در این روند است. حدود 80 نفر از مسئولان امنیتی در ولایت بلخ پس از یک دوره آموزشی 10 روزه سند فراغت به دست آوردند. آصف وزیری، سخنگوی فرماندهی پلیس بلخ، گفت در این کارگاه آموزشی نوع برخورد نیروهای امنیتی با مردم و اصول کار در ادارات دولتی آموزش داده شده است. فرماندهی پلیس بلخ، جایی که 10 روز پیش یک کارگاه آموزشی برای ارتقای ظرفیت مسئولان امنیتی براه انداخته شد. برنامه‌ای که در آن چگونگی برخورد نیروهای امنیتی با مردم در استهای بازرسی را آموزش می‌دهد. د پولیس و د اکادمی د استادانو لوري دغه طرز العمل سپدې کې د امنیتی ځواکونو برخورد لول سره چې دوی څنګه لول سره برخورد وکړي، له مجرم سره څنګه برخورد وکړي، دوسیه باید څنګه ترتیب کړي، محضر گرفتاری، دغه هغه موارد دي چې په دغه سیمینارو کې د ولسوالیو د امنیت قمندانانو، همدارنګه د حوزو امیرینو، د حوزو د جنایي امیرینو او همدارنګه د نورو برخو مسئولینو ته دغه 15 ورځنی سیمینار تنظیم شوی و حدود 80 تن از نیروهای امنیتی در این دوره آموزشی شرکت کردند. از فرماندهان پلیس، ولسوالی ها و آمرین حوزات امنیتی تا بخش های جنایی ولایت بلخ شرکت کنندگان هم بر رعایت اصول اخلاقی و رفتار مناسب با مردم در جریان فعالیت‌هایشان تأکید کرده و خواستار گسترش برنامه‌های اینچنینی به سایر سربازان نیز هستند. دخو ډیر کومک کوي، ځکه چې موږ ډیر خدمتونه هم کړي وو، خو هغه داسې خدمت وو چې دفترداری نه وه، نو اضطراری حالات وو. اوس چې الحمدلله امارت راغلی دی، اسلامي نظام راغلی دی، موږ باید په دفتر کې هم دغسې خدمت وکړو، لکه څنګه چې با جهادي مبارزه وکړله، نو دا ډیره ګټه کوي ټولو مجاهدینو، هر بخش ته دا ګټه کوي. ټولو ته دغه مسلکي درسونه وویل سوه، ان شاء الله العزیز دا بیا ټول خپل افرادو ته رسي، او چې میرونو زده کړل افراد په خپله بس ورسره زده کوي، ان شاء الله العزیز په دې کې به ټول کې فرق راسي، که مجاهدین افراد دي که مسؤولین دي، او ان شاء الله العزیز د ملت سره به په آینده کې ښه شګڼې او ښه لاسته راوړنې ان شاء الله. با این حال اینجا در کنار آموزش سخن از تأمین امنیت هرچی بهتر شهروندان شهر مزار شریف است. در مسئله اطاعت، یعنی امید ما و حکم ما، هدایت ما به تمام مجاهدین و مسئولین همی است که 100% خود به اطاعت مکلف بدانند. فرماندهی پلیس بلخ در حال از کارگاه ارتقای ظرفیت برای مسئولین امنیتی خبر می دهد که پیش از این شماره شهروندان از برخورد نادرست نیروهای امنیتی انتقاد داشتند. نخست وزیر عراق در نشست بغداد 2 اعلام کرد اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور تهدید علیه کشورهای همسایه شکل بگیرد. رئیس جمهور فرانسه نیز در این نشست گفت ثبات عراق تنها با حل مشکلات بغداد با همسایه‌هایش قابل حل است. ایران و عربستان هم در این نشست بر ادامه همکاری با دولت بغداد در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی خبر دادند. دومین همایش بغداد برای همکاری و شراکت در اردن با حضور شماری از رهبران کشورهای منطقه و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی. شرکت کنندگان این کنفرانس بر ایستادگی خود در کنار عراق در مقابله با همه چالش‌ها تاکید کردند. بغداد نیز وعده داد اجازه نخواهد داد از خاک عراق کشورهای همسایه تهدید شود. اجازه نمی‌دهیم از خاک ما به عنوان منشأ هر گونه تهدیدی علیه کشورهای همسایه استفاده شود. عراق خود را از سیاست‌های جبهه‌بندی و فراخوان به تشدید تنش دور نگه می‌دارد. رئیس جمهور فرانسه هم تاکید کرد بدون حل چالش ها با همسایه ها عراق به ثبات نخواهد رسید. اگر بخواهیم ثبات عراق را تضمین کنیم، باید مشکلات آن را با همسایگانش حل کنیم. فرانسه به روابط متوازن با عراق پایبند است و از پروژه های اتصال انرژی با کشورهای منطقه حمایت می کنیم.
ایران نیز تاکید کرد گفتگو بین کشورهای منطقه برای رسیدن به یک فهم مشترک به منظور برقراری صلح و ثبات یک گزینه نیست بلکه یک ضرورت است. امنیت امری وارداتی و خریدنی نیست و قابل گزینش از منطقه‌ای به منطقه دیگر نمی باشد. همچنین ایران انتظار ندارد که از خاک عراق هیچ تهدیدی متوجه همسایگان شود. عراق در تأمین امنیت و شکوفایی اقتصادی خاورمیانه نقش چشمگیری دارد. از همین رو کشورهای منطقه در تلاش دفع تهدیدهای تروریستی در برابر امنیت این کشورند. امنیت عراق رکنی اساسی در امنیت منطقه ما است. این منطقه به ثبات و صلح عادلانه و فراگیر نیاز دارد، چون با چالش‌های بسیاری مواجه است که این چالش‌ها هر روز پیچیده‌تر می‌شود. تحت مظله مجلس التنسيق ما مصمم به گشودن افق‌های جدید همکاری با عراق هستیم و در حمایت اقتصادی از عراق و پیشرفتش از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم. پروژه‌های اتصال برق کشورهای عربی منطقه به عراق ادامه خواهد یافت و سرمایه‌گذاری جدید در برنامه داریم. این همایش با حضور کشورهای عراق، اردن، مصر، عربستان سعودی، ایران، قطر، کویت، امارات متحده عربی، عمان، بحرین و ترکیه در کرانه بحرالمیت برگزار شد. دور اول این نشست در آگست 2021 در بغداد و به ابتکار امانوئل مکرون و کشور عراق برگزار شده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه به وقت امریکا در سفری که از پیش علنی نشده بود به امریکا خواهد رفت. آقای زلنسکی در این سفر که تا ساعت دیگر صورت خواهد گرفت، علاوه بر دیدار احتمالی با جو بایدن در کنگره امریکا هم سخنرانی خواهد کرد. این نخستین سفر ولادیمیر زلنسکی به امریکا از زمان حمله نظامی روسیه به کشورش در اواخر ماه فوریه است. و حالا پیشبینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل نیمه ابری 9-4، بامیان نیمه ابری 3-11، جلال آباد آفتابی 18-3، غزنی آفتابی 7-7، قندهار آفتابی 14-4. کندوز نیمه ابری 9-2، لشکرگاه آفتابی 13-3، مزار شریف نیمه ابری 9-1، نیلی آفتابی 5-9، هرات نیمه ابری 10-4. اسلام آباد نیمه ابری 21-5، تهران نیمه ابری 9-4، دبی آفتابی 28-17، دهلی آفتابی 21-8 و مکانی مبری 31-21. در پایان مروری دوباره به سرخط مهمترین خبرها. اعتراض دانشجویان ننگرهاری بر منع دختران از رفتن به دانشگاه. دانشجویان پسر به رسم همدلی در کنار دختران دانشجو شعار تحصیلات عالی برای همه سر دادند. واکنش های گسترده به تصمیم سختگیرانه حکومت سرپرست عفو بین الملل، این تصمیم را شرم‌آور خواند و سازمان ملل هم گفت بسته شدن دانشگاه یک عقبگرد بزرگ و یک عهدشکنی دوباره است. طالبان زنان افغان را برای همیشه به یک آینده سیاه و فاقد پیشرفت محکوم کردند. هیچ کشور نمیتواند رشد کند وقتی که نیمی از جمعیت آن خودسرانه عقب نگه داشته میشود. و میزبانی اردن از نشست با محوریت عراق، شرکت کنندگان بر حمایت از عراق تاکید کردند و بغداد هم گفت اجازه نخواهند داد از خاک عراق کشورهای همسایه تهدید شود. اجازه نمی دهیم از خاک ما به عنوان منشأ هر گونه تهدیدی علیه کشورهای همسایه استفاده شود. بیننده های عزیز، این بود خبر این ساعت که تقدیم حضور شما گردید. وقت بخیر، خدا نگهدار.